ببین هضم میکنم جا نزدی، یه دست و دو تا دندون واسه چیدن و دست کردن تمومه. منم جون کندم تا رسیدم به امروز و امشب. روزشو رسیدم، شبش مونده. اسمت چی آقا دومان؟ امیر. امشب امیر خان، شاه امیر. فقط جونم سیم تو گل نکنی، چون خون نداره بریزه، اما درد که داره. موقعی باز کردن گلا میره تو ده جای انگشت چشدار آدم. خونم چش. چه ریختی شدم. بچه اگه من امشب ببینم چی میگم؟ حالا آقا کرواته درسته؟ خدا این خوشی رو ازت نگیره. بفرما جونم، حرف بزنی خط میده، بگو. دیدی مرجان خانم؟ دیدی شد؟ ولی خیلی زدم تو شد، یه جورایی تا شدم تو شد. میرسم باید یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، بستگی به ترافیک داره. محمد آقا چقدر شد؟ بذارم صندلی آقا. آره بذار. بله جان، بچه رو حرف نمیزنی. ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم. خدا امشب به همه حال بده. ببین کی هستی؟ من بردمه، حالا یه بزن تو آب. بکردی حالت خوبه؟ سر قبر ننه برفتی ها، از قول منم دعا بخوان. فلا مرز کیه بلا نسبت گلاب بروتان، خودت اسمت چی بوده؟ ببین یک آدم اهل دل و حال وایساده، تازه دوماده، میخواد تلفون بزنه. بگو امشب همشان جمع باشن به همین تلفون، زنگ میزنم. خوش باشید. میشه اون کارتتو بدی؟ من تلفن جنگی و صوتی دارم، هرچی پولش باشه میدم. چه قابل داره. مرسی. کارت چیه؟ یه ریزه بای میسی عرب تا خصوصیه. باشه. سیگار میکشی؟ ای شبا اگه داشتیم نی بزنم منم میکشم. به هر روز خول دادم دیگه نکشم. اینم آخریش بود. بیا یادگاری هم بکن. دعوای اول یه پاکت هم، دعوای دویوم دو پاکت، دعوای سوم الو حبیب بابا ای والا کجایی؟ یه دفعه خط نمیده، یه دفعه نمیگیره. این یارو هم که تو شرف میزنه میگه اصلش تو وجود نداری. حالا بگونم چی شده؟ چی؟ نمیای؟ مرد حسابی، خودم کارت تو با کارت خواهرت یه جا دادم خونه خواهره. ببین حرفتو بزن، چی شده؟ نمیام که زنبوره. ببین گوش کن، کارت داره تموم میشه، بگو کی اونجایی. چقدر؟ الو آرشگاه نیکاده؟ خسته نباشید. سلام عسل خانم، من دامادم دیگه. مرجان تلفن. باشه سوسن. نیلیشون به مام بره. چش خانم فیلم نامزدی چطور شد؟ الو سلام، همیشه میگی سر وقت. ببین خیلی شلوغه، من یه ریزه دیر میام. یعنی چی؟ خیلی رابندی میام ولی من میرسم. به خیلش کن، عروسی مونه، باورم نمیشه. اه اینجوری هست؟ یعنی چی؟ ببین بد که نی، به خود خودتو تو آینه بیشتر نگاه کن، حس کنی، ببین خوشگله. دلم برا تنگ شده.
بابا چطوری جعفر آقا؟ سلام امیر خان. حالت خوبه؟ بابا درست اومدیه؟ دیگه اینه دیگه. دست از کسی پوشه. ای بابا جعفر به شما دوتا لاتی به ردیفش کن سوالش الان میاد ببره. از خرقو نشنافتی؟ بابا امیر خان نوکرتم. حبیب قربونت برم. واسه دومادیه؟ عقب حبیبم. رفیق تا آخره. حبیبا حبیب که بابا ما نوکرشیم شاگردشیم. حالا کجا هست؟ ماشاءالله کون چاله دادا بیده چه به یکی دونه ما کون؟ آقا حبیب پیدام کردی؟ یه واسه چی قطع میکنی؟ گفتم اگه پیدام کنی با موبایل حرف بزن. رخ تو رخ خوبه، چش تو چش خوبه، خودت همیشه اینو میگفتی. بیا بیرون دستاتو بشور ببینم، وقت نداری. برای کنار میام. آره بکن کراواتشه. عجب بابا نکن اینم باز قرض میکردم. ماشینه که تو باستم قرض کردی، گردمانه که تو جور کردی، دالون و سالون و تالرم که تو ردیف کردی، یه تاس خوشبشین خوش دستم که داریم تویی. بابا کرد دیگه. چه تحبی ناچاری مال دروغه. به خدا تو سینمی، تو جونمی. من کیم؟ دختر همینجا با پسر حرفش شده بود، میگفت غیرت و ناموسپوزی داره دوباره موت میشه. ما چی کار کنیم امیر که از این موت نمیفتیم؟ ما فقط یه کارگر قدیمی، اما رفیق شما. حالا بشینیم راجع به زندگیم حرف بزن. با من یا بی من؟ همه چی با تو. یه چیزایی هم کوچیک یواشکی مال خودم. حالا بگونم چی میخوای بگی؟ رفیق خوب آقا، من امشب عروسیمه. تو که از اول تو جریان بودی، حالا چی شده؟ این همه چت شده دیگه برام زیر لو نذاشتی حبیب. زنگ میزنی حرف نمیزنی، قطع میکنی، منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی حبیب؟ که نمیگی، نمیگی من امشب دارم عقد میکنم، اونم با مرجان که میشناسیش. نکنه از این که دست شما دهنشون میرسه و دانشگاه. خب چی میخوای بگی؟ ما که چند بار با هم صحبت کردی، این خودمونه، گند دماغ نیست. میخوام جادم رو صاف برم حبیب. خواستی با تو برم، نخواستی، حرفی داری که نباس بزنی، تنها میرم. چی کار کنم؟ زندگی دیگه. منم تا اینجا اومدم، عروسی و سرمویی رو ول کردم، اومدم پا حرفت. واسه که برام رفیقی. نمیخوای؟ هم رفتیم. سلام. باش. هیچ جای این رفاقت ترک بر نداشته. نه روزش سیاه بوده، نه شبش بی هم. کی وسط کش خواستم؟ هیچ وقت. ده بدم. سخته. سخت‌تر از گفتن مردنه. این عروسی رو یکم عقب بنداز. من میگم چشمو نگم واسه چی؟ آخه واسه چی؟ خیلی سخته نپرسی و بگی خوب. منم اگه رفاقت بلدم باز یه جوری بهت بگم. اول و آخر زندگیم تا حالا فقط تو بودی. خیلی حرف از رفاقت میزنن، خیلی هم به این حرفا میخندن،
حالا یکی دیگه داره میاد که بشه زن من. اون برای دلم که باز عاشق میشد شده. حتی یه نفس، یه جون در رفتن نمیتونم ازش فاصله بگیرم. حالا من کاسف شده و آدم شده، منی که تو 2 سالگیم از ننه و بابا یتیم میشه، منی که تو بزرگ شدنم خلافی نیست که از کنارش رد نشده باشم، حالا اون بوی زندگی و خونه و مادر رو میده. حالا با حرفای تو همه اینا رو بذارم کنار؟ مگه من جنون دارم که بعد تو رو بخوام؟ اون رو بذار بره دنبال زندگیش، مال تو نیست. حبیب چرا قایم میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ آخه من نباس بدونم چرا بعد بزنم تو شب عروسیم بگم هری عروس خانم؟ او الان تو آرشگاه منتظر منه، همه مهمونا منتظرن. چی بگم؟ بگم برو خونت؟ دلیلش هم نمیدونم. برو از رفیقم بپرس. بابا خیلی بیرحمی، این نشد رفاقت. منو نگاه نکن. سفره عقد جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه مرد زندار بوده. منو نگاه نکن. یا حسین حتی از اون حاملش دو بچهشو انداخته. یا حسین اون دکترش هست، اون خانواده به هم میریزه. این عجله مرجان واسه عروسی با تو فقط واسه اینه که یه جوری از زندگی یارو بی درد سر بیاد بیرون. فقط بگو چه جوری. ازش دل کندن خب جگر شیر میخواد و دل کفتر. امروی زنی اومده بود تو رو میخواست، با من حرف زد، میزد تو سرش بچهشو چی کار کنه. مرجان وقتی که باردار شده از این بابا اینم کارشون به طلاق میرسه. زجه میزد این وسط که خودم میدونم باشون چی کار کنم. امیر از سر تا پای این زن میبارید راست میگه، دلش سرخ شده بود اشکش با نمیستاد. میگفت تو که رفیقشی بهش بگو نره وسط این همه نامردی و گناه. امیر نره وسط این همه نامردی و گناه. فقط دستم رو به تیزی و خلاف و نشگی نره، جون کندم تو شدی. هر روز خدا تا تموم بشه یک کرور آدم رو یا میبره بالا یا زمین میزنه. نمیشه گفت بی خیال، نمیشه گفت به قول تو زنبور، نمیشه گفت بعدش تعطیل خوبش باز. اصلش تو عمرم دل این که خبر بد بدم نداشتم، اما یه برش رفیقمه، یه برشم خبر بد. نشونی اون زنه بهت میده. خدا مرجان بگو. الو من یه خود دیر میرستم، تصادف کردم. بیشتری یه خود دیر میرستم میگم. آره تصادف کردم. کریم اگه
مامان چی میخوای؟ سلام خانم، میشه چند لحظه تشریف بیاریم پایین؟ کارتون دارم. آره میتونم بیام. میتونم بپرسم راجع به چیه؟ اگه مزاحمم میتونم برم بعدم بیام. آقا دامادی؟ من اسمم امیره خانم، امشب هم عروسیمه با مرجان. اما رفیقم که تو تعمیرگاه کار میکنه بهم گفت تا وقتی مردایی مثل تو پیدا میشن، زنایی از ما بهترونم هر وقت دلشون میخواد دیگه هم میزنن تا شوهر صاحب بشن. یه خود درست صحبت کنی. من اومدم بفهمم که حلیمو چربش کن، داماد رنگش کن. تو که رنگ شده خدایی هستی. من حرف دهنمو میفهمم، تو برو حرف دهنتو بفهم بدبخت، که با چه دزد ناموسی داری عروسی میکنی. حالا صداتو بیار پایین، بار چه نمیفروشی؟ دزد ناموس کیه؟ مرجان خانوم، خانوم خانوما، عروس خانوم. ببین شادوما دفکولات بر نخوره، من و شوهرم این دخترم که میبینی داشتیم با هم زندگیمونو میکردیم. شوهرم یه شغل دیگه داشت، یه روحیه دیگه داشت، رفت زندون با خود من. راستش اصلش به تو هیچ ربطی نداره. بعد از زندون آزاد شد. بفرمایید. هیچ کی بهش کار نمیداد. آدم زندون در اومده کی بهش کار میده؟ رفت توی آژانس کار گرفت. گفتم آره خوبه، آژانس خوبه، همه پشت کنکوریا اونجا، همه سرهنگا، همه سرتیپای قدیمی، همه مهندسای بیکار. خانم واسه چی داستان میگی؟ من ازت سوال دارم، نمیخوای جواب بدی؟ گوش کن، حرفم هنوز تموم نشده. آدمی که میخواد تو آژانس کار کنه باید متأهل میبود که زن داشت، باید چشم پاک میداشت که داشت. تا زمانی که چشمت به یه زن افتاد، به یه زن مسافر، چشای پاکش ناپاک شد، رفت سراغ اون مرجا خانوم، اون عروس امشب تو، اون کسافت، اون بکم زندگی منو به هم ریخت. تو نرو خانوم، بذار منم سر درارم. کی با مرجا خانوم آشنا شد؟ مرجا خانوم خیلی دلت میخواد خانوم باشه نه؟ نیست، اون یه ناموس دزده، یه شوهر دزده. کی طلاق گرفتی؟ رو کسافت عوضی، تو هم این اون امشب عروسیته. اصلا باز چی اومدی اینجا؟ باز چی اومدی اینجا؟ میبینی؟ اومد عقب زنش، خونه شوهر من، خونه من، میخوام ببرش عروسی؟ زنی که هرچی میخوام باید سر راست صحبت کنم، هی چپ و راست میری. کوچولو شمار تلفن باباتو داری؟ اسم مامانت چیه؟ با خودش که نمیشه صحبت کرد. 0912-685-61-0. میتونی بقیهش هم از عروست بپرسی؟ بیا اینم عروسکی که خانومت برای دختر من خریده، خودم برای یکی دیگه میخرم. بگیر بقیه نشونش هم از خودش بپرس، نشونی دکترشو، نشونی که کجا انداخته. چیه؟ چه وایستده نگاه میکنین در رو به؟ تو روز روشن داره سر یکی میبرن وایستده بر نگاه میکنی؟ هر کی دیگه با یک ساعت باد سر نمیکرد. حالا میبینی ناخوشی از سر روت میباره. ولی اگه حرفات درست باشه، گوشای آقا عبدالله تو پاکت تا شب برات میفرستن. عجب بابا شب عروسی چشه. خانو فیلم نگیر، با چی حالا که فیلم میگیری؟ بفهمی جمع کن کاسکو زد تو. میبینی که دارم جمع میکنم، با صد من اصلا نمیشه خوردش. بفهم واسه خودم نمیگم، واسه عروس میگم. چقدر شو خانو آبادو مان، همه فهمیدن چقدر عصبانی هستی، حقباتو واکن. چقدر شد خانوم؟ قبلا بهتون گفته شده، حالا زودتر بریم ماشینتون رو برنا فرده. بگی بابا بگی. این هم شد برنامه امروز ما. شیشی رو از همین هشت رو خوششون مال خودشون از خوردیش رو واسه ما میارن. قبل همه چی باشگاه، تالار، آقا، بریم یه گوشه خورده حرف بزن. لازم. چطور؟ چیزی شده؟ مثل اینکه چیزی نشده رو ثابت کردن خیلی سخته. آره خانوما کارشونه، چی
چیزی که شده رو چیزی نشده نشون بدن. ولی بعضی وقتا خیلی دیره عروس خانم. این عروسک رو میشناسم، خودم خریدم. خب زودتر باس میگفتی، نه حالا. چند دفعه خواستم بهت بگم ولی هر بار ترسیدم نتونم اصل و راست مطلب رو بگم، همه چی به هم بخور. خب حالا چی؟ حالا که میتونی اصل و راست مطلب رو بگی؟ تو حق داری امیر، اما اگه به من گوش کنی منم حق دارم. من اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیکه نجابت بریزه. قبل از اینکه همه چی رو بدونی، درست و کامل بدونی، اونایی که گفتن رو بشناسی قضاوت نکن. من میگم یا دلیل دارم و دلایلم درسته یا نه. اگه درست بود تو درست میگفتی و من دروغ، اون چیزی که میخوای اول بهش فکر کن، دیرم نشد. حالا که دارم همه چی رو قلبم میبازم، وقتی قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمیبری. خیال میکنی من بی قلب و مشنگ و کلک اومدم سراغ تو؟ سراغ آدمی شکل تو با عشق و بی عشق اومدن خیلی جرأت میخواد. باید راست و تمیز باشی. خیال میکنی من عاشق تو نیستم؟ هیچی نگو عزیزم، هیچی نگو. دیگه وقتی حرف زدن نده. بشنم که همه خیابون که همه بشنون. واسه اینکه اونو بذاری کنار، بچه‌هاشو چیکار کنی؟ زنشو چیکار کنی؟ اومدی سراغ من؟ من بچه لات با معرفت، گرگ بیرون و بره تو خونه، یکی یه دونه پرست. این همه وقت و ماه و سال گفتی عاشقم، اما این ناخوش معرفت. بیخیال، نمیخوام دریوری بگم. اگه بعد عقل بود مرجان بی خون سر راست نمیشد. شیشه رو بکش بالا. حالاشم میگم یه عقد و عروسی اگه راست بود حق و خون با تو، اما منم از اینی که میگم دروغ حقی دارم. راست میگم، دروغه، دروغه رو راست میگم. اگه نذاری بگم تو هم شکل یه عقب افتاده میشی که نمیشه باهات حرف زد. امیر تو اونو دیدی؟ من تو گفتم بذار دوتایی زندگی کنیم، گفتم واسه تو زندگی یه درخت تا نشده بشم. خب از اول میگفتی، میگفتی دوتا نیستی، سه تایی. گفتم امیر، امیر جان، امیر خان، توهین نکن. من میرفتم درس، یا آژانس سر کوچه بود، این عبد میومد، یه دفعه دیدم یا آهنگ گذاشته داره گریه میکنه. گفتم چی آقا، خدای نکرده. هفته بعد دو سه دفعه دیگه اومد، پرسیدم اسم چی آقا، گفت عبد. تولد بچهش بود، گفت زنش گفته واسه این بچه یه چیزی بخر بیار. دلم سوخت، این عروسک رو براش خریدم، 25,000 تومنم پول بشتم. امیر من از اون آدم فقط دو تا چشم تو آینه ماشین رو یادم. زنش کجا همه چی میدونه؟ مردی که برای خود شیرینی، خود بزرگ بینی، رفته یه سری دروغ ساخته گذاشته روش، نمیدونسته به اینجا میکشه. میگه دکترتون هست بچه. ببین امیر، امیر اکم جونم، به این روز و ساعت، به لحظه عروسیمون، به این لباسی که تنمه، دروغه، دروغ. به همون لباس عروسی که قسم خوردی میرم سراغ یارو،
دستشو از تنش میکشم بیرون. بخوام نمیذارم دروغ بگه. خدا کنه دست پر برگرد. این مقل نگه دار، پیاده میرم تا تالار. بلدم اون ور تو اون خیابون تا آخر مجلس میشینه. عروسیمه، اگه نیومدی میرم یه جایی که خودم پیداش نکنم، دیگه عقبم نگه، حتی اگه فهمیدی دروغ بود. چشمم به در زندگیمونه، نیای تو میام بیرون تا آخر عمر پشیمون شدت. چیه خانم، چیه انقدر در میزنی؟ سلام. سلام، حال شما خوبه؟ سلام آقای محسنی. سلام، بازم شما؟ روز به روز خوشتیپتر میشی. مرسی، امرتون. یه لیوان آبی، یه صندلی مبلی اینجا پیدا میشه همه یه استراحتی بکنیم هم حرفمونو بزنیم؟ اینجا که هیچکی نیسته، دوسته تا کارمند داره، اونم دیر میان و زود میرن. آیه نکویی هم که اصلا نیست. اونم میاد ایشالله. چه سرده اینجا آقا محسنی، میچایی؟ یه منقل میزدیم گرم میشه. خب پس بذار، بعد سرده. شما اینجا اومدی پی آقای نکویی یا اینکه حال ما رو بگیری؟ آقای نکویی که نیست، ما حال شما رو میپرسیم. یه دستی به سر و گوش اینجا بکشی بعد نی؟ باشه، بگیری برم بکنم. اومدم این دفعه آقا نکوی رو ببینم. ببینم آقا محسنی، میدونی این فیلم خراب میشه؟ بهش بگو اون اصلش دوست نداره این فیلم رو ببینه، تازه خیلی چیزهای دیگر هم دوست نداره ببینه. این آقای نکوی فیلمشو نمیخواد ببینه، پولش هم نمیخواد بده. هر وقت اومدیم نیست، پول نداره که، خنده داره، یا زورش میاد یا ما رو جدی نمیگیره.
چهار دفعه من تلفن زدم، شما بودی، صدا تو یه جوری دیگه کردی، گفتی نیست. آخ که چه روزگاری داشت این آقای نکویی. خدا و قسمت دشمنات نکنه، زمین خوردن از اصل و اصل چیزی بود که سر این نکویی اومد. شماره زنشو بده، فیلممو به اون بدم، پولامو از اون بگیرم. زن ها خاطره ها رو بیشتر دوست دارم. چایی براتون دم کنم؟ بابا این آقای نکویی فراریه از ترس، از ترس طلبکارا. منم جا ندارم که اینجا موندم، برای همین نمیخواد فیلمشو ببینه. اما زهره رو شما بدین، چایی نمیخواد. بریم نیلی. بعد از ورشکستگی زنش هم دست بچهشو گرفت و رفت. پول نداشته باشی تنهایی، داشته باشی یه مش رفیق علکی دور و برتر. یا ما حسینی تلفنم روش نوشتم، فیلم تولد بچهشه. دستشو بارد. بهش بگو بدهی های کوچیکتو بده سبکتر میشی، اونا رو هم ببینه، زنش، بچهش، رفیقاش. چشم. بریم سوسن. خدافظ. خدافظ. تلفنو جواب بده با صدای خودت. چشم. اون درم باش سرتون ببرم لطفا. آقا اونا رفتن، همه میرن. آدم از خودش بدش میاد. پولشون رو بدم، باید اونا رو هم تو فیلم ببینم. اما خیلی دلم میخواد پسرم و اونا. شما تنها موندی، حرف نمیزنی، غذا نمیخوری، فقط لباسای اون موقع تو میپوشی، اونم تو خونه ای که همه جاش خاک گرفته. فقط تو یکی موندی. دنیای خیلی بدیه، فقط خانوم. آقا فقط خانومه که خاطرتو میخواه. چون هم دیگه بهش محل نمیذاری، اونم که اعصاب درستی نداره. باید تا گیریم آخر رو اتاق آخر که قبر وا میستد. میگفت شوهرم رو میخوام، نه پولشو، نه ورشکستگیشو. بیا آقا یه دفعه دیگه زندگیت رو را بندازی. نکنه تو هم برای اینکه جایی نداری اینجایی. ای آقا این چه حرفی میزنی؟ شوخی میکنم، تو نظر آدم رو تغییر میدی.
سلام آقای دوز. شریک عزیزم دوز دست کار در اومده. من دوزم یا تو؟ اینا پولای شرکته. پیش تو چیکار میکنه؟ این کلیده ها کجا آوردی؟ میشناسم اون کلیده ها. فقط دوتا از اون هست. از ریخت این دنیا که شما توش زندگی میکنین بدم میاد. اهل درگیری نیستم، اما با تو هستم. منم مثل تو گناه های کردم. بهتره تو منو بکشی که پاک شم، از کثافتی مثل تو رد شم. تو گرگ تو خونه و رفاقتی، خونه من. لیاقت هر دوتون، هم تو هم اون، که تو آفتاب زندگی کنی. خیال میکنی من از دستیم خوشم میاد؟ اونم عاشق توه، اما از زندگی با تو خون بالا میاره. قلبی که واسه خودش صدا نداره، میخوای برای تو چه صدایی داشته باشه؟ سعادت همه جونم رو خورد برای زندگیت. خدا کنه درست زده بشی. اگه زنده بمونم علایی به سر تو اون میارم که برای یه دفعه دیگه هم که شده سرگل غیرت بیداشه. سلام خانم رضایی. سلام. خسته دیر اومدید. آخه ترافیک خیلی زیاده تو خیابون. لطفاً یک ساعت دیگه بیاین دنبال ما. چشم خانم. مرسی. آقا ما می‌خوایم بریم فرودگاه امام. ما رو می‌برید؟ مسافر دارم خانم. پرواز داریم، گیرمون شد. از پرواز عقب میفتیم. 30 تومن میشه. خیلی شلوغه. چمدونا رو پس بذارید عقب. کیفمو خودم میارم. چشم خانم. اونو ولکن. چا چه خوشگل این گل پسر.
اورژانس خانم ایشو بود. 8 تا چراغ دور میدون گشتیم. ما نیم ساعت دیر کردیم ولی اون بعد وایسه. یکم یواشتر بریم. بازم یه دور دیگه بزنیم بریم اون طرف. اونه نه نه اون چلی دو دفعه من کیفم بذارم همگه رو پیدا میکنم. حالا گرفتی؟ خود یورا دیگه نسیم چه خبر؟ برای چیز تجا شده؟ برای شانس آورد نا خیلی نام کنم. ببخشید قسمتون چی بود؟ عبدالله به هم میگن عبدالله که نمیتونی منو ببینی. من تو ترافیکم، مسافر دارم، برگشتم آژانس. بیا اونجا در اختیارم. بله چیه؟ چته؟ الو دار آدم ها خریدم. بچه باید بری دست شد من تا که بقید بزنید برمیگردم آقا عبد آره مرسی. بله آقا من مسافر فرودگاه دارم، فرودگاه ما. داداش چرا زور میگی؟ تو با من کار داری؟ آخه من که نمیشناسمه جون. الو الو
این چه صدایی آقا؟ اعصاب درست حسابی دارید ها؟ الو داداش، نظر از ادب خارج شما، اون وقت خودت میدونی. بله؟ گوشم میکنی؟ الو گوشم میکنه؟ خب لابد میکنه، دروغ که نمیگه. آقا عبد، میتونم ازت یه خواهشی بکنم؟ بفهمی خانم، میتونی از یه راهی بری، یه کاری بکنی که ما از این پرواز عقب بیفتیم؟ حالاشم بعید میدونم به موقع برسیم. حالا شما مثل یه برادر به من جواب بدید، چرا انقدر عصبی و به هم ریخته هستی؟ اصلا دلم با این سفر نیست، نمیخوام از اینجا برم. شوهرم میگه بریم، من برم دبی، تو شهر عربا با یه بچه تنها. میگن دبی اونقدر هم جای خوبی نیست برای زنا، هر دختری زنی میره اونجا کلی پشت سرش حرف میزنن. حالا نه که همه اینطوری باشن، ولی راستی خانم، این آقا مهراب شوهرته؟ بفهمی آخه تو کی هستی سیریش؟ باشه، فقط 5 دقیقه، چجوری پیدات کنم؟ یارو کی بود؟ همینجوری باز خود قرار میذاری؟ دیرمون شده. مگه قرارمون میدون فردوسی بود؟ اما اومدم. ای خانم، قرارمون یه مسافر دیگه بود که بود. اگه این بچه شاش داشت که نداشت، پرسیدم. اگه رفتی تو دستشوی لباس دوست شد، به من چه؟ قرارمون نبود که. یکی اما یه دفعه پول میز ما باشه. آسمون برام میباره، اونم پشکه جرسه آدم هر بکنی میره دوزشی جلو بود بگه کی هستی رو ما اگه آدم باشی نه چاقو خونی میشه نه حرف کج میشتوی. فقط چند تا سوال هست ولی سر راست اگه قایم کنی یا نخوای بگی یا دروغ بگی، وسط همین خیابون بین همه این آدم ها با همین شغل تیکه تیکت میکنم همه حالا ما نگاه کن این روگو خالی بندی تو کارم نیست پر بستم یه بچه آدم نگو باشه یه هست بابا اصلا آدم نمیتونی هست بزنی
ببین داداش، واسه که سفرت سرد نشه و دهن نیفته با همین ماشین برو فرودگاه. رانندگی بلدی؟ ببین رسیدی فرودگاه، ماشین بذار تو پارکی، سویچش هم بده اطلاع. یالا مشکار دارم. ازت میریزه. نسی میگه خیلی دیر شده. اگه از نواز عقب بیافتیم همه چی به هم میریزه. میخوام یه چیزی بهت بگم. من نمیخوام. اصلا دوست ندارم این سفر اینجوری بیام. هر چی فکر میکنم راه نمیده. حرفشو نزن. دیگه دیر شده. اگه بمونیم دستگیریه و اعدام. یعنی چی اعدام؟ چی داری میگی؟ یعنی چی اعدام؟ دست کن زیر صندلی، تو کیف و نایلون رو بردار ببین. چرا کشتیش؟ از بود صدات، از همه چیز رو بدم بود. تو هوایی که هستی نمیخوام نفس بکشم. خیلی به اون بد کرد. شب عروسیت یهوی بهت میگن که عروس امشبت. من جور دیگه بلد نیستم. چیزای بین تو و اون شنیدم. اومدم سر راست و صاف و پوست کنده از تو داشتم. چه رابطه بین تو و اون بوده؟ یا هنوز هست؟ اول هر قسمی که میخوایی بگو تا بهت بگم. هر چی ساکتت میکنه بگو، ولی بعدش باور. قبول کن که من به تو دروغ نمیگم. یعنی کسی نیستم که بین راست و دروغم پول و قدرت باشه. اگه بود وضعم اینجوری نبود که تو با من این رفتار رو بکنی. این حرفا رو ولش کن، قولو بنگو. تو مجبوری قسم رو دروغ بخوری، برای که میخوای یه جورایی از من این تیزی دری. فهمیدی که رگاتو عین بند کفش دورت میبنده. من با تو شوخی ندارم. خب حالا بگو کجاها با هم رفتیم؟ چیا به هم گفتی؟ همه رو بگو. حالا منم که بهت قول میدم اگه راستش رو بگی باید کاری نداشته باشه. یه جورایی با خودم کنار میام. دلم نمیخواد تو رو به درد سر بندازم. این نمیخوام یه مرد مثل تو بیفته تو حچه. حواستو جمع کن. ببین تو کسی نیستی. من اونی که بهم کلک زد کار دارم. تو کی هستی؟ اینه تو ریخته. منم چاقمو واسه هر کسی باز نمی کنم. تو کی ازم قرض نگرفتی که بخوای بدهی تو بدی؟ من فقط میخوام حرف راست ازت بشنوم.
همین. من میفهمم تو چته، حق با توه، به جون بچه هم حق با توه، اما بعد بدرس میدن حتی این خانم مرجان خانم. من که نمیدونم، خواسته به دروغ بگه، من راستشو بهت میگم، اینجور مردا خیلی کمن. مردی که ناموس و ناپاکی رو بفهمه. من برای خودم آدمی بودم، یه روزی یه کس دیگه ای بودم، رو حرف و عقیدم زندگیمو گذاشتم. حقوقم کارمندی نبود، من کجا شوفر آژانس کجا. اما وقتی از حبس اومدم تمام زندگیم ریخته بود به هم. بیچاره زنم آمنه اینجوری نبود، حالش خوش نیست، حواسش رفته، مثل که هفت تو مخ نمک زدت نمیره. بگی تو خاکی. دست زنم خواستم خودکشی کنم، دیدیش چقدر مریضه. من اگه این کاره بودم تو آژانس کار نمی کردم، کارایی می کردم که خیلی راحت تر بلد بودم. میتونستم طلاقش بدم، یه پیرزن پولدار بگیرم، اما این کارو نکردم. من به تعامل تو پیرزن گرفتنه چی کار دارم؟ هی می پیچونی، پیچ می زنی. مرجان با تو چی کار داشت؟
اگه قرار بود با این دختری ازدواج کنی، شب عروسیت میفهمی که بچه انداخته، چی کار میکردی؟ فرید تو بزده به حساب عشق. وقتی عاشق باشی حسونی، ولی من نمیخوام تا آخر عمر یا این راه سر راست اومده باشم یا تو شک نفس کم آورده باشم. اگه بود مرد میگفتم، به خدا اگه دروغ بگم اون چیزی رو که میخوای دوست داری میگفتم و تموم میشد، انقدر کتک نمیخوردم. مرجان خانومه، دلسوزه، نمیدونم. خیلی دلم میخواست یه جوری تن و روح هم باور میکرد، ولی چی کار کنم، هر کسی یه جوره دیگه. ما مین ریختی یه روزایی واسه ناموس چاقو رو شب زیر سر نمیبستم، اما حالا چی؟ هی میگم من تا حالا به هیچ کس کلک نزدم، نمیخوام تو این کلک بزرگ باشم. راست ریسک کردن خودم فقط با خداست. ازت نمیکنه، سنگینی نمیکنه، هر کی چی پرسید هیچ چی نگو. باشه، خودم جواب. ببین خیلی خوب بلند شو وایسا. اینا که تو بردار زخم تو ببینم، کسی نبینه. باز مثل همیشه، مثل بعضی وقتا مهربون شدی. خیلی خوب، من میرم دستم رو یابی بزنم، یابی هم به سر صورت این بچه بزنم. تو برو تو صحبه تو بگیر جا
دیر اومدی. کجا داری میری؟ هر کسی یه جور عاشق میکن، تو هم، اما عشق تو خیلی سخت. چیکار کنم؟ حسودم دیگه.
خداحافظ بچه. شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن وا میکنن وقتی دل از دشن پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره، بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید، وقتی تو چشم هر کسی برق فریب و میشه دید، راه ضیافت رو به من دست یکی نشون میده، وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده، وقتی زندگی با چاقو قسمت میشه، وقتی رفاقت و خیانت میشه، محکمت رو تو خیابون برپا کن، وقتی که عشق هم رنگ نفرت میشه، تنبین مرگ میکنم تو گوده این پیاده رو، یه چیزی انگار گم شده توی نگاه من و تو، دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم، دارم شبامو با تنه یه مرد قسمت میکنم.